از میان رودان تا فرار رودان درود ایرانیان. امروز با هدلاین آخر هفته با شما خواهم بود. من پیمان عارف در شنبه 29 اردیبهشت 1403 برابر با 18 می سال 2024. اما آغاز هدلاین امشب رو با مروری بر مطبوعات بریتانیا آغاز می‌کنیم. مطبوعات بریتانیا امروز در شماره آخر هفته خودشون بیش از هر چیز دیگر به بحث انتخابات پیش رو، انتخابات سراسری پیش رو، اختلافات داخلی در حزب محافظه‌کار، در واقع افزایش ثروت ریشی سوناک و مباحثی از این دست پرداختن. روزنامه گاردین میگوید که هزینه سوء مصرف الکل در مطالعه‌ای در بریتانیا آشکار شده است که بیش از 27 میلیارد پوند در انگلیس به واسطه در بریتانیا به واسطه سوء مصرف الکل به صورت سالانه این کشور ضرر می‌کنه. تایمز میگوید که طبق پیشنهادی که در گزارش‌هایی که به دولت ارائه شده از معلمان، دولت موظف است در برابر ادعاهای توهین به مقدسات، ادعاهایی که به کرات توسط گروه‌های مذهبی افراطی و به ویژه در ماه‌های اخیر از سوی یهودیان مطرح شده محافظت بکنه. دیلی تلگراف میگوید که نخست وزیر در سایه، در واقع نخست وزیری که از حزب کارگر ریچل ریوز هست، خواستار این شده که کانسیل ها یا شهرداری ها بتوانند که مبلغ اجاره بها رو در محدوده شهرداری خودشون تنظیم و محدود بکنند. اما دیلی میرر به ثروت ریشی سوناک پرداخته و میگوید که ثروت ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا و همسرش خانم مورتی، آکشانا مورتی، همسر هندی آقای ریشی سوناک، با بیش از 120 میلیون پوند افزایش در سال گذشته به 651 میلیون پوند رسیده و این در حالی است که با این ثروت ریشی سوناک پادشاه بریتانیا رو پشت سر گذاشته. دیلی اکسپرس با این تیتر شماره آخر هفته خودش رو آغاز کرده که پادشاه ادای احترامی را در فرانسه به مناسبت 80مین سالگرد فرود در روز دی برگزار می‌کنند، روزی که چتباسا موفق شدند و نیروهای متفقین موفق شدند که در ساحل نورماندی پیاده بشوند در ماه می سال 1943 میلادی. این اولین سفر پادشاه چارلز سوم از زمانی است که تشخیص سرطان در مورد او داده شد در یک ماه پیش، اوایل ماه جاری میلادی. اما دیلی استار به این در واقع شماره آخر هفته خودش رو به این گزارش اختصاص داده که کرم‌های گرسنه در سراسر بریتانیا راهپیمایی بهاری در واقع آغاز کردن و گیاهان رو میخورن، یعنی حمله میکنن به گیاهان. اما نهایتا دیلی میر به این امر گزارش اصلی خودش رو به این امر اختصاص داده که در صورت حزب کارگر چه اتفاقی خواهد افتاد در انتخابات پیش روی سراسری با توجه به در واقع روز دوزخی و جهنمی که حزب محافظه‌کار در انتخابات شهرداری ها در دو هفته پیش پشت سر گذاشت و حزب کارگر جان تازه‌ای گرفت برای انتخابات پیش روی سراسری در بریتانیا. دیلی میل این گزارش رو در واقع به این امر اختصاص داده که در صورتی که در انتخابات عمومی حزب کارگر پیروز بشود، با افزایش مالیات از جانب حزب کارگر، هر خانواده با یک بمب مالیاتی 2100 پوندی مواجه خواهد شد و مالیات ها به طرز قابل توجهی در بریتانیا افزایش خواهد یافت.
اما خبر دوم این که بنی گنتس رهبر مخالفان دولت نتانیاهو در اسرائیل که بعد از جنگ غزه، جنگی که از 7 اکتبر آغاز شده، وارد کابینه امنیتی اسرائیل شد به نشانه حمایت از دولت نتانیاهو و ایجاد یک کابینه امنیتی یا کابینه جنگ متحد از حزب حاکم لیکود و مخالفان نتانیاهو، بنی گنتس یک ضرب العجل برای نتانیاهو تعیین کرده تا 8 ماه ژوئن، یعنی تا حدود قریب به 20 روز آینده، امروز 19 ماه می هست، تا 20 روز آینده، تا 8 ماه جون یا ژوئن به آقای نتانیاهو ضرب العجل داده تا برنامه خودش رو برای جنگ غزه و آزادسازی گروگان ها اعلام بکنه. آقای بنی گنتس گفته که در صورتی که نتانیاهو برنامه‌ای برای جنگ غزه تا 8 ژوئن نتونه ارائه بکنه، از کابینه جنگ، از کابینه جنگی یا کابینه محدود در اسرائیل کناره‌گیری خواهد کرد. این در حالی است که با این اتفاق اسرائیل به انتخابات زود هنگام به احتمال بسیار زیاد خواهد رفت و نظرسنجی ها حاکی از این هست که بنی گنتس به عنوان رهبر مخالفان، یک ارتشی پیشین که وارد سیاست شد در اسرائیل، حزب آبی و سفید رو پایه‌گذاری کرد و در کابینه پیشین در واقع به نفر دوم ائتلاف تبدیل شد، زمانی که بیش از یک سال مخالفان نتانیاهو توانستن از 2021 تا 2022 قدرت رو در دست بگیرن، آقای بنی گنتس طبق نظرسنجی ها 45% به 35% با یک اختلاف 10% از نتانیاهو پیشی گرفته و پیش هست و به نظر میرسه که هرچند وضعیت نتانیاهو در دو ماه اخیر در نتانیاهو قدری بهبود یافته، اما به نظر میرسه که با برگزاری انتخابات زود هنگام طرف بازنده به احتمال بسیار زیاد نتانیاهو خواهد. اما خبر سوم این بولتن رو اختصاص میدیم به گزارش اختصاصی نشریه آکسیوس در مورد مذاکره مستقیم بین مقامات ایران و ایالات متحده آمریکا در عمان در یک ماه گذشته. آکسیوس در گزارشی اختصاصی خبر از این میده که ایران و آمریکا در عمان با وساطت کشور پادشاهی عمان مذاکرات مستقیمی رو انجام دادن با هدف کنترل تنش و در واقع شرایط تنش‌آمیز برابر جنگ 7 اکتبر. اون گونه ای که آکسیوز میگوید، برت مک‌کورد مشاور بایدن در امور خاورمیانه و آبرام پیری سرپرست نمایندگی آمریکا در امور ایران از طرف آمریکایی ها در این مذاکرات حضور داشتند. آکسیوز به ما نمیگوید که از طرف ایران چه کسانی در این مذاکرات حضور داشتن، اما گزارش که بارک راوید تهیه کرده و در آکسیوز منتشر شده و خبرنگار معتبری است آقای بارک راوید، این خبر رو و این مدعا رو روی میز میگذاره که ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم در امور مرتبط با خاورمیانه هستند. شاید یکی از دلایل امکان پذیر شدن کنترل تنش در خاورمیانه، چه بعد از حمله‌ای که نیروهای مقاومت اسلامی عراق در واقع کتایب حزب الله به رهبری کتایب حزب الله به برج دیدوانی تاور 22 در مرز اردن و سوریه در ماه ژانویه انجام دادند، و چه تنش‌هایی که اول آوریل، یعنی حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در اول آوریل و پاسخ 13 آوریل ایران به اسرائیل با حمله موشکی گسترده به خاک اسرائیل، یکی از دلایلی که منجر به کنترل این تنش‌ها در خاورمیانه علی‌رغم میل
نتانیاهو شد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا بوده. اما در ادامه رقابت‌های انتخاباتی نوامبر 2024 در ایالات متحده آمریکا، ترامپ در ادامه میتینگ‌های خودش وارد مینسوتا شد و در مینسوتا میتینگ تبلیغاتی خودش رو برگزار کرد. آقای ترامپ در سخنرانی خودش در مینسوتا که به اذعان بسیاری از کارشناسان مسائل انتخابات آمریکا به یک فاجعه تبدیل شد برای او، چرا که به دروغ ادعا کرد که مینسوتا رو در انتخابات نوامبر سال 2020 برده و پیروز انتخابات مینسوتا شده، در حالی که در سال 2020 آقای بایدن بود که ایالت مینسوتا رو برده بود. اما حواشی دیگری هم سخنرانی ترامپ داشت. در سخنرانی ترامپ در مینسوتا آقای ترامپ گفت که از یک نبرد نهایی صحبت کرد در نوامبر پیش رو و گفت اگر در نبرد نهایی نوامبر 2024 کنار من بایستید، من دولت در سایه رو اخراج میکنم، جنگ طلب ها رو اخراج میکنم از آمریکا یا از دولت آمریکا، گلوبالیست ها رو اخراج میکنم، کمونیست ها، مارکسیست ها، فاشیست ها رو اخراج میکنم، طبقه سیاسی بیمار آمریکا رو اخراج میکنم، فیک نیوز ها رو یا رسانه هایی که از نظر ترامپ فیک نیوز تشخیص داده میشوند رو اخراج میکنم و فاضلاب سیاسی آمریکا رو خشک خواهم کرد، اونگونه که آقای ترامپ گفت. به نظر میسه که آقای ترامپ قصد داره که در صورت رسیدن به قدرت یک در واقع اخراج گسترده رو انجام بده. همچنین فراز دیگری از سخنرانی ترامپ در مینسوتا این بود که این نقد و نقد تند به بایدن و دولت بایدن بود که گفت چنان ناکارآمد و بی عرضه هستند که ممکن هست در 5 ماهی که از دولت بایدن بوده راهبری ناکارآمد بایدن جهان رو به سمت یک جنگ جهانی سوم ببره. علی حال مناظره ها در پیش هست. 2 مناظره طبق توافقی که کمپین انتخاباتی بایدن و ترامپ انجام دادن در ماه ژوئن و ماه سپتامبر به میزبانی تلویزیون CNN در ماه ژوئن و تلویزیون ABC در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. آقای بایدن و کمپین انتخاباتی آقای بایدن بیش از 2 مناظره در واقع رد کرده و معتقد هست که 2 مناظره برای انتخابات کفایت خواهد کرد. اما در اروپا ترکش‌های ترور نخست وزیر چپگرای جمهوری اسلوواکی کماکان ادامه داره. رابرت فیشو نخست وزیر اسلوواکی، نخست وزیر سوسیالیست اسلوواکی که به تازگی حزب او قدرت رو در اسلوواکی در یک سال اخیر در واقع قدرت رو در اسلوواکی به دست گرفته بود، مورد حمله قرار گرفت، هدف قرار گرفت، مورد ترور واقع شد. آقای فیچو در شرایط در واقع تحت نظر هست، در بیمارستان به سر میبره. اما برخلاف تصور ابتدایی که وجود داشت که این ترور در واقع احزاب اسلوواکی رو متحدتر خواهد کرد، اما باعث شکاف‌های بیشتر در فضای اسلوواکی شده. آقای فیچو نخست وزیر سوسیالیست اسلوواکی گفته میشد که به کرملین و آقای و رئیس جمهور روسیه بسیار نزدیک هست، جزو طرفداران پوتین محسوب میشه، در کنار نخست وزیر راست افراطی مجارستان علیرغم اینکه در 2 سوی مختلف فکری قرار دارند
اما همراه با نخست وزیر مجارستان دو متحد در واقع پوتین در اتحادیه اروپا محسوب می شدن. به هر روی فیچو در حال حاضر ترور شده، مورد سوء قصد قرار گرفته و تبعات این سوء قصد به نظر می رسه که نه تنها اسلوواکی بلکه کل اتحادیه اروپا رو تحت تأثیر خودش قرار خواهد داد. اما خبر بعدی این که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن راهی خاورمیانه شد و به نظر میرسه که مأموریت او پروژه عادی سازی رابطه عربستان سعودی و اسرائیل خواهد بود. آقای سالیوان در عربستان سعودی به سر میبره، امروز و فردا در آخر هفته در عربستان سعودی خواهد بود. آقای سالیوان تمرکز مذاکراتش گفته میشه که بر برنامه هسته‌ای عربستان سعودی و همکاری آمریکا با عربستان سعودی در رابطه با پروژه هسته‌ای مسالمت‌آمیز عربستان هست. عربستان مایل هست که پیمان دفاعی مشترک با آمریکا امضا بکنه، یعنی آمریکا تعهد دفاعی به عربستان بده، آمریکا کمک بکنه که عربستان سعودی پروژه هسته‌ای خودش رو آغاز بکنه، با کمک آمریکا در واقع به غنی‌سازی هسته‌ای در خاک خودش دست پیدا بکنه و در عوض اینها عادی‌سازی رابطه با اسرائیل رو خواهد پذیرفت. حال جیک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن در عربستان به چه دستاوردی خواهد رسید؟ آیا دستاورد جیک سالیوان در سرزمین حجاز عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل خواهد بود یا خیر؟ پرسشی است که هفته های آینده به ما پاسخ خواهد داد. اما اسرائیل به ترورهای خودش ادامه میده. ترور فرماندهان حماس رو در دستور کار خودش قرار داده اسرائیل. اونگونه که حماس اعلام کرده، روز گذشته در واقع یکی از فرماندهان حماس شرف بیلسیه معروف به ابو عمر از فرماندهان گردانهای اسدالدین قسام شاخه نظامی حماس این بار در جنوب لبنان در دره بقاع ترور شده. ترورهای اسرائیل، ترورهایی که فرماندهان حماس رو هدف خودش قرار داده و البته حزب الله لبنان هم در کنار حماس در واقع بی بهره از ترور نبوده، در تمام ماهای بعد از 7 اکتبر ادامه داشته. فقدان فرماندهان حماس چه تأثیری بر کارایی حماس گذاشته یا نگذاشته؟ پاسخ اون رو ماهای آینده نشان خواهد داد. اما اجالتاً تا به اینجای کار به نظر میرسه که این ترورها تأثیر چندانی بر توان نظامی حماس به ویژه در غزه نگذاشته. کماکان گروگان‌ها در اختیار حماس هست و عملیات اسرائیل در غزه ناکام ادامه پیدا می‌کند. اما در قفقاز، در کشور 4 میلیون نفری گرجستان، کشوری که تا سال 1813 بخش بزرگی از اون خاک ایران بوده، در واقع تنش در سیاست داخلی ادامه داره. تنش در سیاست داخلی گرجستان که اتفاقا اولین کشوری بود که در سال 2004 انقلاب رنگی ضد روسی رو در اون شاهد بودیم و میخائیل ساکاشویلی رهبر ضد روس در اون به قدرت رسید در نتیجه اون انقلاب رنگی و قریب 10 سال هم رئیس جمهور گرجستان بود. حزب حاکم در گرجستان، حزب رویای گرجستان، قانون ضد نفوذ خارجی رو در دستور کار خودش قرار داده و در مجلس گرجستان به تصویب رسونده. قانون ضد نفوذ خارجی
که از نظر منتقدان این قانون یا منتقدان دولت گرجستان به قانون روسی معروف شده و در واقع این ادعا مطرح هست که دولت تحت حاکمیت حزب رویای گرجستان از طریق این قانون در نظر داره که آزادی رسانه ها و آزادی بیان رو محدود و محدودتر بکنه. نهایتاً رئیس جمهور گرجستان خانم سالوم زورابیشویلی این قانون رو با استفاده از اختیارات خودش امروز وتو کرد، اما با توجه به اکثریت پارلمانی در قاطعی که حزب رویای گرجستان در مجلس این کشور در اختیار داره، این امکان رو خواهد داشت که وتوی رئیس جمهور خانم سالوم زورابیشویلی رو هم در واقع از سد راه خودش از فراروی خودش برداره و وتوی خانم رئیس جمهور رو هم کنار بگذاره. به هر روی تحولات گرجستان در ادامه تحولات اوکراین همواره بوده یا در نسبت با تحولات اوکراین بوده، چه در زمان انقلاب رنگی در سالهای 2004 و 2005 و چه اکنون که به نظر میرسه موج بازگشتی در گرجستان رو شاهد هستیم که پاندول از احزاب ضد روس به سوی احزاب روسگرا در حال بازگشت هست و روس‌ها و هفته‌های آینده در گرجستان به ما نشان خواهد داد که گرجستان به چه سمتی حرکت می‌کند. اما خبر آخر این که گزارش اختصاصی شبکه تلویزیونی CNN رو داشتیم در روز جمعه، گزارشی بسیار مهم از شکلی گروه فشار برای از گروه فشار مرکب از طرفداران اسرائیلی، گروه فشار اسرائیلگرا برای فشار و حمله به فعالان صلح طلب، فعالان ضد جنگ، از دانشجویان آمریکایی و اروپایی مخالف در واقع جنگ غزه تا فعالان ضد جنگ مورد هدف و حمله این گروه فشار قرار دارن. گزارش CNN گزارش مهمی هست که به نظر میرسه که در تغییر فضای رسانه‌ای بیش از اونچه که تا به اکنون اتفاق افتاده، از اون روز اولی که 7 اکتبر اتفاق افتاد و فضای سنگین رسانه‌ای به نفع اسرائیل شکل گرفته بود، تا به امروز که این فضا در رسانه‌های جریان هستی تا حدود بسیار زیادی تغییر کرده، به نظر میرسه که این گزارش هم نقش مهمتری رو در تغییر این فضا ایفا خواهد کرد. متشکرم از شما که با هدلاین آخر هفته دیگری با من پیمان عارف همراه بودید. تا فردا روز یک شنبه که با هدلاین آخر هفته دوم با شما همراه خواهم بود و برآمدن آفتاب و تابشان بر فلات ایران بدرود.